جوانان و دانشجویان عزیز، بینندگان گرامی، سلام بر شما. خوشحالیم که برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های خروش خرداد رو تقدیم می‌کنیم. این برنامه گفتگویی است پیرامون وضعیت کنونی رژیم حاکم و مشخصاً فاز پایانی اون. در برنامه‌های قبلی بحث‌های درباره مرحله سرنگونی رژیم داشتیم و این موضوع رو بحث کردیم که جنبه‌های اساسی این وضعیت چیست؟ همینطور آمادگی اجتماعی برای دگرگونی در جامعه رو بحث کردیم و همچنین درباره جمع‌بندی دوره 8 ساله پاسدار احمدی نژاد. در برنامه امروز به مناسبت فعال شدن موضوع نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم و مشخصاً ثبت نام عناصر جناها و دار و دسته های همین رژیم، می‌خوایم ببینیم این وقایع در ارتباط با بحثی که از قبل داشتیم چه تحلیلی داره. تحول قابل توجه روزهای اخیر همونطور که میدونید این بود که رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام آخوندی، هم خودش رو کاندیدا کرد و قابل پیشبینی هست که این کار کشمکش انتخاباتی رو در جناح در درون رژیم دو قطبی میکنه. میخوایم ببینیم که آیا باید اهمیت خاصی برای این واقعه قائل بشیم یا خیر، و اینکه چرا خامنه‌ای نتونست جلوی کاندیدا شدن رفسنجانی رو بگیره، در صورتی که رفسنجانی رئیس جمهور رژیم بشه به چه معناست و طیفی از سالها در همین زمینه. با تشکر از آقای امین الرایا که ما رو همراهی میکنن در این بحث ها، اجازه بدین اولین سوال رو مطرح کنم که آقای امین الرایا، رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در همین روزا پیامی دادن خطاب به خامنه ای و رفسنجانی و خلاصش گفتن که رفسنجانی ترسش رو کنار بگذاره و بیاد نام نویسی کنه و خامنه ای رم جام زهر رو سر بکشه. مضمون و هدف این پیام چی هست؟ بله، هدف رو رهبر مقاومت در همون پیام با بیانهای صریح و قاطعی ابراز کردن. هدف عبارت است از سرنگونی رژیم و به این منظور اثرگذاری روی هیئت حاکمه بحران زده برای تجزیه هرچه سریع‌تر و هرچه شدیدتر قدرت حاکم. از این نظر پیام رهبر مقاومت یک موضع بسیار دقیق و هوشیارانه بود و من میخوام دو سه نکته رو در این مورد بگم. بله. چیزی که به نظرم میرسه، قبل از هر چیز به نظرم این پیام جایگاه مقاومت ایران رو به عنوان یک عامل فعال، یک عامل اثرگذار و مسئول یک بار دیگه نشون داد که چطور در بزنگاه‌های حساس، در لحظه‌های تعیین کننده، در شرایطی که دشمن در تنگنا گرفتار شده و گیر افتاده، در همونجا مقاومت ایران قادر هست که یک سیاست شکافنده و تهاجمی رو شکل بده، به جای اینکه یک عامل پاسیو، یک عامل تماشاچی یا ناهوشیار یا در خود باشه. این یک نکته. نکته دیگر این هستش که پیام اخیر که شنیدیم قبل از هر چیز این آگاهی رو ایجاد میکنه، این بیداری رو ایجاد میکنه که یک لحظه نادر شکل گرفته و این بسیار مهمه. چرا میگین لحظه نادر؟ لحظه نادر یعنی اگرچه ما از قبل گفتیم، مقاومت ایران از قبل گفته که یک مرحله سرنگونی این رژیم درش هست و یک مرحله سرنگونی رو روش تاکید کرده، ولی شرایط یکسانی نیست این مرحله. لحظاتی توش پیش میاد، فرصتهای استثنایی توش پیش میاد که نیروی قیام، نیروی رزمنده، نیروی مقاومت این لحظه رو باید شکار کنه و علیه رژیم، علیه تمامیت رژیم ازش استفاده بکنه. بله. به این معنی با این پیام که عرض کردم، باز هم رهبر مقاومت در واقع دستن در کار خلق سوبژکتیویته های انقلابی و سمت دهنده است برای جامعه ایران. شکل دادن این آگاهی ها و این ذهنیت های پیش برنده خب واقعا همیشه نقش و کارکرد ویژه رهبری مقاومت بوده و این بار هم همین رو میبینیم. مشخصا رو به منظور من رو به جامعه ایران، رو به همون نیروی قیام، نیروی
رزمنده جامعه است که مضمونش اینه که برای فرصتی که پیش اومده آماده باشین. از این نظر این پیام عبارت است از بیان امکانهای فوق العاده‌ای که در همین لحظه کنونی نهفته است، یعنی بیان میکنه ظرف که این لحظه ظرفیت این رو داره که قدرت حاکم رو منقسم بکنه، ظرفیت این رو داره که خامنه‌ای رو به سمتی برونه که وادار به سرکشیدن جام ذهب بشه، همچنان که اشاره کردین دارای این امکان هست، این ظرفیت هست، این لحظه کنونی که در این اوضاع پرتلاطمی که شاهدش هستیم شاهد یک برآمدهای انقلابی باشیم. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم نمیتونیم این رو رد بکنیم، این امکان رو رد بکنیم که حتی قبل از این که نمایش انتخاباتی رژیم برگزار بشه چه بسا در همین از همین اوضاع متلاطم قیام دوباره‌ای بجوشه. بله. یا اینکه نه بعد از برگزاری نمایش انتخابات رژیم شاهد همچین واقعی باشیم. بنابراین این لحظه واقعی است و از این نظر رهبر مقاومت با این پیام این رو خاطرنشان کردن. جنبه سومی که باید روش تاکید کرد نزاع درون رژیم هست که پیام رهبر مقاومت با دست گذاشتن روی این نزاع که به خصوص بین دو قطب اصلی قدرت در نظام آخوندی هست این رو روش دست گذاشتن که تجدیه درونی رژیم تشدید بشه. بله. آقای امین الرایا تأثیر گذاری بر روی مردم بر اثر پیام برادر رهبر مقاومت بسیار مشخصه، ولی بله. چطور چنین چیزی میتونه روی سران رژیم تأثیر بگذاره، اونها که گوش نمیدن به حرف رهبر مقاومت و مخالفشون اپوزیسیون؟ ببینید این اثرگذاری وجود داره. چرا؟ چون که مبتنی است بر واقعیت رژیم، موضوعی نیست خارج از واقعیت‌های رژیم، خارج از بحران رژیم، خارج از تنگنای فوق‌العاده‌ای که آخوندها تو همین انتخابات درگیرش شدن، خارج از این نیست. به طور واقعی رژیم دچار یک تخاصم کشنده است در بالاترین سطح رهبری کنندش. ولی بسیار مشخص همچنان که گفتم بین دوتا قطب اصلی قدرت بسیار متفاوت با نزاعی که فی المثل خامنه‌ای داشت با خاتمی یا با احمدی نژاد یا با بقیه هاشون. این وزن رفسنجانی و خصلت این نزاعی که الان شکل گرفته به کلی متفاوته و در تمام این دوران خامنه‌ای اگرچه این وجود داشته این رویارویی این رقابت اما هیچ وقت به سطح کنونی نرسیده بود. بله. چون که این واقعیت هست نیروی اپوزیسیون هم توانی که شما گفتید نیروی اپوزیسیون میتونه اثرگذار باشه و این هم یک امر ذهنی نیست. در تاریخ سه دهه گذشته سابقه های شناخته شده ای داره. من به اختصار یادآوری میکنم. بله. اولین شقه بزرگ در رأس رژیم محصول عمل کرده مستقیم مجاهدین بود و اون عبارت بود از کندن اولین رئیس جمهور خمینی یعنی بنی صدر از رژیم. بله. که این در تاریخ ایران واقعی بسیار مشهوری است. مقاومت ایران مجاهدین در اون موقع تونستن با مجموعه کنش و واکنش ها و اثرگذاری های هوشیارانه رئیس جمهور اولین رئیس جمهور خمینی رو ازش بکنن در جهت پیشبرد سیاست انقلابی خودشون. دومین شقه بزرگ در رأس رژیم هم همینطور. دومین شقه بزرگ یعنی جدایی و کنده شدن و عزل منتظری که اون موقع در اون لحظه قائم مقام خمینی بود. بله. اونجا هم عزل منتظری ناشی از فعالیت ها مبارزه نبرد و خون های مجاهدین بود که در همون موقع هم منتظری به خمینی گفت که مجاهدین یک صرف تفکرن و با کشتن از بین نمیرن بلکه تربیت میشن. سومین شقه بزرگ در رأس رژیم که رو در روی خاتمی با خامنه ای بود یعنی روی کار اومدن خاتمی و در نتیجه دو سره یا سه سره شدن رژیم، اونجا هم قویاً تحت تاثیر
یک فاز تازه‌ای از تهاجم سیاسی و ایدئولوژیکی و فرهنگی مقاومت ایران بود که با انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برنامه‌ریزی مقاومت شکل گرفت و رژیم رو در لاک تدافعی فرو برد. از این نظر تفاوتش این بار با اون شقه دیگه که یادآوری کردم به اختصار این هست که همچنان که گفتم رویارویی بین دو قطب اصلی قدرت در رژیم به شکلی است که در تمام این سالها سابقه نداشته. بله، بپردازیم به خود انتخابات و تضادهای درونی رژیم در مقایسه با انتخابهای گذشته، نمایش انتخابات گذشته. این بار رژیم بسیار دچار تنش و کشمکش بودن باندهای رژیم. بله، مال این چند روز هم به خاطر مثلا کاندیدا شدن رفسنجانی نیست، از چند ماه پیش این قضیه ادامه داشت. چرا اینطوره؟ ببینید، این نمایش انتخابات این بار در واقع نمای بیرونی مرحله سرنگونی رژیم باید توصیفش کرد. تظاهر و بروز فاز پایانی رژیم ولایت فقیه هست، چون اونجا که به قدرت حاکم برمیگرده. صحنه ای که میبینیم با همین توصیفی که شما کردین ببخشید همینه. وقتی که یک مثال رو خوبه یادآوری کنم، وقتی که عنوان مثال یک بحران خیلی شدید اقتصادی در یک کشوری واقع میشه، خب صحنه بروزش رو کجا میشه دید؟ مثلا در صفهای طویل و بی سابقه و پرآشوبی که نمیدونم جلوی بانک ها همین چند وقت پیش در یونان شاهدش بودیم. بله، یا برای خرید ارزا عمومی. بله، عکسایی هست الان از بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا، یا نمیدونم در بازار بورس در همین چند سال بارها اتفاق افتاد که اون لحظه های شوک و سکته و سقوط که در این بازارهای بورس دیده میشه صحنه بروز این میخوام بگم کجا میشه اون لحظه های اون بحران رو دید؟ در این لحظه ها، به عنوان مثال میگم. حالا در مورد مرحله پایانی رژیم اون لحظه های شوک و سکته رو خیلی خوب میشه در همین قضایای مربوط به انتخابات دید، به طوری که فقط قضایای مربوط به کاندیدا شدن عناصر رژیم. بله، هنوز رقابت ها شروع نشده، هنوز اصلا لیست نهایی کاندیداها روشن نشده، در همین مرحله میبینیم که این همه تلاطم ایجاد شده. این همه تلاطم چیه؟ این داره یک چیز دیگه ای رو تجلی میکنه، این تلاطم ها، این همه کشمکش که فقط سر ثبت نام کننده ها پیش اومده، یک چیز دیگه ای رو تجلی میکنه که همون مرحله سرنگونی رژیم هست. این واقعیت رو شما میتونید در اظهار نظرها و نمیدونم سخنرانی های این سخنگویان و نمایندگان این جناح و باندهای رژیم ببینیم. اگر اینها فقط لح و علیه هم دیگه صحبت میکردن، خب این طبیعت یک رقابت انتخاباتی است که کاندیداها علیه هم دیگه صحبت میکنن. بله، نقاط ضعف، نقاط قوت خودشون و نقاط ضعف رقیب رو میگن. ولی شما میبینید اظهار نظرهای اینها فراتر از اینه، از فتنه، از سقوط نظام، از بی آیندگی، از این جور چیزا صحبت میکنن. بله، که در این زمینه کلها و گفته های فراوانی هست. بنابراین خیلی ساده است، انتخابات که تا به حال یک چیزی بوده، یک فرایندی بوده برای یک دست کردن حاکمیت ولایت فقیه، حاکمیت ولی فقیه، این دیگه عمل نمی‌کنه، تبدیل به ضد خودش شد. بله، ممکن بیشتر توضیح بدیم که چگونه این به صورت مادی این تغییر، چه تغییری صورت گرفته که شاهد چنین وضعیتی است؟ در مورد همین نکته بلد. که الان ببینید، منظورم این هستش که اون مهمترین سازوکارهایی که فقط هم انتخابات نیست، میخوام بگم اون مهمترین سازوکارهایی که تا به حال مایه بقای رژیم بوده، حالا مایه دردسرش شده، حالا باعث گرفتاری شده. منظورم اینه. بله، یکیش انتخابات، مثالهای دیگه هم هست. روی انتخابات هم خیلی تاکید میکنم به عنوان خلاصه تا
تبار همینطوری بود، تضمین نظامشون و مشروعیت نظامشون و تبار همین استفاده را ازش می‌برد. بله. این دجالیت انتخاباتی همین کار کرده داشته. ولی مثال های دیگه هم هست برای اینکه این رو فهم بکنیم میخوام. بله. یادآوری بکنم این فرایند تک پایه کردن نظام، خب این یک چیزی که ما بهش میگیم منقبض شدن رژیم. بله. خب این کارکرد ذاتی نظام ولایت فقیه هستش، یعنی ولایت فقیه تا وقتی هست باید خودش رو پی در پی یک دست بکنه، خراتی بکنه، خراتی بکنه. چون که ولایت فقیه که نمیتونه شریک بپذیره، نمیتونه در کنار خودش یک رقیب رو بپذیره، ولایت فقیه دیگه ذاتش اینطوریه، خصیصه ذاتیش این هستش که شکاف و شریکی رو نمیتونه بپذیره. بنابراین دائما باید خودش رو به قول شما خراتی بکنه، دائما رقبا رو حذف بکنه، متحدین رو، متحدین خودش رو حتی برونه به حاشیه، کاری که این 8 ساله که خامنه‌ای کرد. بله. خب و از این فرایند یک دستسازی تک پایه کردن رژیم تا به حال سودش رو برده، برای اینکه تونسته تعادل خودش رو ولایت فقیه حفظ بکنه و جلوگیری کنه از بروز هر گونه شکافی. ولی می‌بینیم در این سال‌ها، در این 2-3 سال اخیر به خصوص تحت تاثیر قیام‌های سال 88 و 89 و عوامل داخلی و بین‌المللی دیگه که در برنامه‌های قبلی توضیح دادیم، همین سیاست خودش به ضد خودش تبدیل شده. نمونش بیرون زدن یک گماشته است به اسم احمدی نژاد، گماشته‌ای که تبدیل به مدعی شد. نمیدونم این ائتلافی که خامنه‌ای درست کرده بود برای اینکه تمام مناصب قدرت رو دستشون بده و اینها حاکم بشن، پاسخ رژیم بود بعد از بیرون انداختن اصلاح طلبان، اینها هم به اسم اصولگرایان اینها از هم پاشیده شدن و الان هم که منجر شده به سربلند کردن رفسنجانی. پس این هم یک مثال مهم، فرایند یک پایه کردن رژیم، این هم تبدیل شده به مکانیزم برای دردسر و مشکل سازی. به عبارت دیگه جریان انقباض رژیم اومده رسیده به فاز فرسایش مرگبار در رژیم آخوندی. این یک مثال دیگه صدور انقلاب هست، در واقع صدور ارتجاع و تروریسم، یعنی اینکه با سپاه پاسداران، با سپاه قدس، با بودجه کلان که از زمان خمینی با جنگ ایران عراق شروع کرد و همینطور ادامه پیدا کرد در سالهای اخیر به صورت در 2-3 دهه اخیر به صورت ایجاد گروه مزدور حزب الله یا دخالت‌ها در عراق، در فلسطین، در سوریه و همه جای دیگه، این سیاست هم الان معکوس عمل میکنه و تبدیل شده به گرفتاری های بزرگ برای رژیم. چون که میبینیم الان سوریه که محور جبهه منطقه رژیم بود الان در حال فرو ریختن، وضعیت عراق رو هم که میبینیم. پس سیاست های صدور ارتجاع هم به ضد خودش تبدیل شده. نمونه دیگه همین انتخابات بود که شما توصیف کردین که چطور ازش به عنوان نمایش مشروعیت استفاده میکردن، چطور حتی ازش به عنوان سرپوشی برای پنهان کردن قصد حاکمیت، برای پنهان کردن اختناق استفاده میکردن با همون دجالیت مرسوم انتخاباتشون که همیشه بوده. حالا این یکی ساز و کار هم تبدیل شده به یک گرفتاری بزرگ، طوری که حتی هنوز شروع نشده، هنوز در نقطه ثبت نام هست، این همه تلاطم ایجاد میکنه. بله. بپردازیم به بقای روزهای اخیر برای بررسی بیشتر موضوع امین الرایا. آیا خود ولی فقیه با کاندیدا شدن رفسنجانی موافق نبود ولی در ظاهر با هم در یه جنگ زرگری میکنن، یا واقعا مخالفت داشته خامنه ای با کاندید شدن رفسنجانی؟ به نظر من خیلی واضحه که یک جنگ قدرته، خیلی واضحه و اهمیت ماجرا درست در همین جاست که رفسنجانی از روی دشمنی و تخاصم وارد این رقابت شده و نه اینکه بر اساس یک معامله و گاوبندی که بخوان با هم دیگه بسازن
اگرچه در این معامله و سازش هم خب این خودش اگه همچین چیزی هم می بود محصول یک بحران بود، اما وضعیتی که الان داریم میبینیم با زمینه ها و سوابقش، به خصوص در این 4 ساله سوابقی که بین رفسنجانی و خامنه از روز اول بوده، ولی در این 4 ساله که به دوران تشدیدش رسیده بود، اونطور هم که وقایع نشون داد، خامنه ای از همه ابزارها، از همه اهرم ها برای پس زدن رقیب استفاده کرد ولی فایده ای نداشت. نمونه های لابد میدونید، نمونه های هست، مثل بیانیه عده ای از اعضای مجلس که از خامنه دفاع میکنند، خط خامنه دفاع، خط امامی های این دوران رژیم هستن، اینا خواستن یک بیانیه رو بچرخونن توی مجلس علیه رفسنجانی که شکست خورد، بسیار فضیحت بود، سر صداش هم در آوردن. یک جنبه قابل توجه دیگه در این زمینه، حتی آخوندهای متحد خامنه ای نظیر محمد یزدی که سر جامعه مدرسین هست، این هم تا جایی که من دیدم ساکت بود. کسان دیگه ای که مثل نوری همدانی یا نمیدونم مکارم شیرازی، این آیت الله هایی که در این به خصوص در این 2 دهه از قبل خامنه ای بسیار بسیار سود بردن، پول های کلانی به جیب دادن، کارخانه ها محروم، اینها ساکت بودن، در حالی که خامنه ای واقعا نیاز داشت که اینها ولو به اشاره چیزی علیه رفسنجانی بگن که نگفتن، و این سکوت به نفع رفسنجانی عمل کرد و در اون بیانیه که به مناسبت کان دکتری خودش منتشر کرده به این هم اشاره کرد، گفت که به تلویح، یعنی سکوت اینها رو مصادره کرد به سود خودش. باز هم نمونه دیگه این برادران لاریجانی است، پاسدار لاریجانی که رئیس مجلس است و اون یکی آخوند که رئیس قضایی است، اینها که رئیس 2 قوه رژیم هستن کاملا سکوت کردن و یک بار دیگه در موضع ساکتین قرار گرفتن، چون به اینا میگفتن ساکتین فتنه دیگه، باز هم در موضع ساکتین قرار گرفتن و خامنه ای نتونست اون بسیجی رو که لازم داره علیه اومدن رفسنجانی شکل بده، بنابراین مجبور شد برادر خودش بیاد تو صحنه، ولی اینها فعال نشدن، بسیار محدود بود و ناکافی و نتونست کاری پیش ببره. بنابراین تعادل درون رژیم، آرایش این تیره های وحوش درون نظام طوری بود که راه باز کرد برای اومدن رفسنجانی و دست خامنه ای رو بست که بتونه جلوی اومدنش رو بگیره. بسیار متشکرم. با توجه به وقتمون که به پایان رسیده آقای نورایی، فکر میکنم که پایه های بحث درباره انتخابات رو مورد بررسی قرار دادیم. انشالله سوالهایی هست که در برنامه های آینده باز هم مطرح میکنیم و توضیحات شما رو خواهیم شنید. تشکر میکنیم از هممیهنان عزیزی که ما رو در این بحث و گفتگو همراهی کردند. میتونید سوالات و نظرات خودتون رو به ایمیل و شماره تلفن ما که اعلام میشه در زیر برنامه، در زیر نویس برنامه به اطلاع ما برسونید، اونها رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.